شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. در گزارش جدیدی که یک گروه حامی حقوق مصرف کنندگان در استرالیا به نام چویس در مورد قیمت سوپرمارکت‌ها ها آن را منتشر کرده به مقایسه بین سوپرمارکت الدی با سوپرمارکت‌های های مانند کولز و وولورز پرداخته شده است. با توجه به اینکه کولز و وولورس به دلیل اتهامات مربوط به گمراه کردن مصرف کنندگان در مورد تخفیف های خود به دادگاه کشیده می شوند داده های جدید نشان می دهد که کدام سوپرمارکت ارزان ترین است. تحقیقات جدید نشان میدهد که قیمت های مواد غذایی در وولورس افزایش یافته و در کولز کاهش یافته است در حالی که الدی بار دیگر جایگاه خود را به عنوان ارزان ترین سوپرمارکت برای مشتریان استرالیایی تثبیت کرده است. داده های گروه حامی حقوق مصرف کنندگان در استرالیا به نام چویس در مورد قیمت های سوپرمارکت ها نشان می که تغییرات جزئی در هزینه خاربار در سه ماهه منتهی به ماه جون در مقایسه با گزارش اولیه آن برای سه ماهه منتهی به ماه مارچ وجود دارد. این گزارش نشان داده است که میانگین سبدی متشکل از چهارده کالای معمولی خانگی در وولوورس 68 دلار و 37 سنت قیمت دارد که به میزان 3 دلار و 44 سنت گرانتر از همان اقلام در سه ماه قبل از آن است. گفتن است قیمت اقلام مشابه در کولز نیز در همین بازه زمانی با 2 دو دلار و سی سنت کاهش به 66 دلار و 22 سنت رسیده است. این گروه حامی حقوق مصرف کنندگان در گزارش خود نشان داد که الدی ارزانترین هزینه را در این مقایسه از آن خود کرده است. چرا که همان بسته کالا در این سوپرمارکت برای خریداران 50 دلار و 79 سنت هزینه در پی خواهد داشت. گفتنی است هزینه این بسته در سه ماه قبل از آن 51 دلار و 51 سنت بوده است. گفتن نیست در این مقایسه هزینه سبد کالای مذکور در سوپرمارکت های زنجیری IGA ای ای 78 دلار و 95 سنت بود. این یافته ها در هفته منتشر می شود که سازمان نظارت بر امور مصرف کنندگان در استرالیا اعلام کرد که کولز و بولورس را به دلیل اتهام اعلام قیمت های گمراه کننده به دادگاه خواهد برد. آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟